آیا از رابطه پنهانی و عاشقانه فرزانه ناز با سلیمه شاهین خبر داشتید؟ سلیمه شاهین همیشه در مصاحبه های خود می گوید فرزانه ناز را من فرزانه ناز ساختم. فرزانه ناز برای بازی در یکی از فیلم های سلیمه شاهین از بغلان به کابل آمد. در آن زمان سلیمه شاهین و فرزانه ناز رابطه نزدیکی با هم داشتند. رفت و آمدهایشان بسیار بود تا جایی که این رابطه معمولی تبدیل به رابطه عاشقانه، پنهانی و فیلمی شد. روزها گذشت و فرزانه ناز رو به آوازخوانی و موسیقی آورد. با مشهورتر شدن فرزانه ناز، این رابطه پنهانی و عاشقانه هم کمرنگ تر شد. گویا فرزانه ناز به آنچه که میخواست رسیده بود. حتی شایع شده است که فیلم های غیر اخلاقی فرزانه ناز را حسیب ساعدنی بلکه سلیمه شاهین پخش کرده است. فرزانه ناز هم دیگر به آدم هایی مثل سلیمه شاهین حتی محل هم نمی گذارد و اهمیت نمی دهد و همیشه مصروف سفرهای دبی هست. فرزانه ناز هم دیگر آن فرزانه ناز سابق نیست. در رابطه با سلیمه شاهین در بین مردم ما گپ های زیادی وجود دارد که از صحت آنها خدا خبر دارد. بعضی ها با سند و مدرک می گویند که او در زمان جنگ های داخلی قماندان یکی از احزاب کشور بوده است و با استفاده از همین رتبه خود مردم را چور و چپاول می کرده است. بعضی ها هم می گویند او در سابق یک کیله فروش بیش نبوده است. بنا به گفته اطرافیان سلیمه شاهین که نخواستند نامشان افشا شود، سلیمه شاهین فردی است که با استفاده از مسلک خود با دختران زیادی رابطه داشته است. سلیم شاهین که به عقیده و گفته خودش مؤسس سینمای افغانستان هست و این روزها گپهای خانم صحرا کریمی رئیس افغان فیلم در مورد سلیم شاهین هم جنجالی شده است. خانم صحرا کریمی رئیس افغان فیلم در مورد سلیم شاهین میگوید سلیم شاهین نه تنها مؤسس سینمای افغانستان نیست بلکه این حرف توهین به سینمای افغانستان هست. لطفاً با این حرف اهانت به سینمای افغانستان نکنین. افغان فیلم هیچ وقت از جناب سلیمه شاهین و کارهای مسخره آنها حمایت نمی‌کند. سلیمه شاهین هم در جواب این گپ خانم صحرا کریمی رئیس افغان فیلم گفته است که شما زن هستین و من مرد و فرق زن و مرد زمین و زمان هست. آن زمان که شما به دنیا نیامده بودین من فیلم‌های خودم را ثبت می‌کردم. سلیمه شاهین با این حرف خود و بانویی که بیشتر از 10 سال در رشته سینما در کشورهای مختلف تحصیل کرده است توهین کرد. این گپ‌های سلیمه شاهین واکنش‌های زیادی را در بین مردم در بر داشته است و به عقیده بعضی‌ها سلیمه شاهین حتی سواد خواندن و نوشتن هم ندارد.